बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिनंदगान वाशरमंदगान नहायत अज़ीज़ व मोहतरम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अज़ीज़ और रसीदें बा दुआई दीदान शख्स के मुबतला व मुसीबत अस खुदा एक मुसीबत रह सर दुचार सख्त है। हाल म वक्त रफ्ते दीदेमेश ची कने एक मिसाल में तुम वाजे शवा शुमा एक जय गुजार में कने मिबिन कि एक शख्स मुहतर दादा दिसश मसलन मायूब अस पाइश मायूब अस चश्म खुदा अज़ीज़ दादा व या मालूल अस و یا سوی شکل داره در وجود خود این مصیبت زده را ما دیدیم حالا چی دعا کنیم؟ یعنی انسان متوجه شود که خدایا اگر ما به جای زو قرار می گرفتم چی میکردم؟ این مصیبت که به این بزرگی به این شخص رسیده اگر سر دوچار ما می شد ما چی میکردم؟ تکان می خوره انسان. پس وقتی که انسان تکان می خوره مسلمان است و واقعا به دین پایبند است دعا را بخوانم. الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ستایش خدای را که از آنچه که تو را به او مبتلا کرده مرا عافیت بخشیده و بسیاری از مخلوقات برتری داده و سپاس ستای ذات را که از تمامی مخلوقات بسیاری مخلوقات مرا برتری داده. این دعا را بخوانید عزیزان. همیشه کوشش یک چیز دیگر هم داشته باشد. هرگاه یک انسان مبتلا به مصیبت دیدین دو چیز در ذهنتان بیاید. یکی توبه کنیم. میشه گاه گاه شما در ذهنتان گشته باشه که خدا مرا چی داده، خدا مرا هیچ چیز نداده. وقتی کورا میبینی متوجه میشی که خدا چقدر نعمت بر تو داده. پس وقتی که متوجه شی توبه کن از کاری که کردی. دوم از خداوند سپاسگزار باش، شکر کن و بگو خدای الحمدلله شکر خدای که ما به این مصیبتی که برادر مسلمانم آغشته است من مواجه نیستم. شکر گذاری خداوند کن. عزیزایی بود دعای دیدن شخصی که مبتلا به مصیبت است. در برنامه بعد انشاءالله دعای مجلس وقتی که انسان به مجلس حاضر پیدا حضور پیدا به عمل میاره کدام دعا را بخونه، وقتی که مجلس ختم میشه کدام دعا را بخونه در برنامه بعد به سمتان و به حضورتان پیشکش خواهیم کرد. تا برنامه بعد بدرود.